عرض سلام و ادب و احترام محضر حضرت عالی و بینندگان محترم این برنامه. خدا را شاکریم که در این ایام در آستانه ولادت با سرسعادت مولا الموحدین امیر المؤمنین یعصوب الدین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب در محضر دوستان هستیم در باب فضائل مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام از زبان درربار و گوهربار امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه. سلامت باشیم بزرگوار، انشاءالله توفیق داشته باشیم که بیشتر از فضائل حضرت بیان بکنیم. خلاصه شب گذشته آماده است، موافق هستیم ما هم ببینیم؟ انشاءالله بفرمایید. بینندگان و همراهان گرامی با هم خلاصه شب گذشته رو میبینیم و در حال و هوای بحث شب گذشته قرار میگیریم. امام هادی علیه السلام در یک فرازی می‌فرمان السلام علیک یا امیر المؤمنین. اولا این رو بدانید اختصاص داره این لقب و این صفت برای حضرت علی ابن ابی طالب. آمد محضر امام صادق علیه السلام عرض کرد السلام علیک یا امیر المؤمنین. آقا امام صادق فرمود این لقب و این صفت لقب و صفتی است که اختصاص به جدم علی ابن ابی طالب داره. دنیا بازار معامله است. درست. انسان در این دنیا میتونه معاملاتی انجام بده و چه بهتر که تمام آنچه که قراره در این دنیا انجام بده و این معاملات رو با خداوند متعال انجام بده. همه این تجارت سوده و برای انسان این سود باقی میمانه. جارتن لن تبور در آیت قرآن هم اشاره شده. شما دقت کنید هر بیعی که میخواد صورت بگیره چهار طرف داره: بایع، مشتری، ثمنه و مثمنه. بایع خریدار و فروشنده در این معامله فروشنده بنده های خدا هستند. خریدار کیه؟ خداوند متعاله. در این معامله جنس چیه؟ میفرمایند جنس این معامله ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. پاداشش چیه؟ یعنی ثمنش چیه؟ به چی میخره خداوند؟ به ان لهم الجنه. اگر اشارت میده به شما خداوند متعال اگر این معامله رو انجام بدید و این بیع رو با خدا انجام بدید، این ذالک الفوز العظیم. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شجاع ترین افراده، با صلابت ترین اونها، اینهایی که سکینه دارن. در هنگام جنگ امیر المؤمنین دارای سکینه بود، آرامش داشت، اما جنگجو بود، شجاع بود، دلیل بود. آقا رسول گرامی اسلام بنابر قرعه انتخاب کردن فرماندهی لشکر رو بدونید چهار بار پیغمبر برای مبارزه با این افراد لشکر فرستاد با چهار فرمانده مختلف. در جنگ اول پرچم رو به دست ابوبکر داد، فرماندهی رو به دست ابوبکر داد. ابوبکر رفت با این عده از افراد شکست خورده برگشت. بعد از او این لشکر و این سپاه رو پیغمبر در اختیار عمر قرار داد. عمر هم رفت دست از پادرازتر برگشت و شکست خورده برگشت. برای بار سوم پیغمبر لشکر رو به عمرو عاص سپرد. پیغمبر همراه عمرو عاص این لشکر رو روانه کرد، عمرو عاص هم شکست خورد برگشت. نقل ظاهرا حدود یک ماه گذشت از این شکست، پیغمبر گرامی اسلام پرچم و رایت و فرماندهی این لشکر رو به حضرت علی ابن ابی طالب سپرد. حضرت علی ابن ابی طالب میفرمایند که در این مسیر شبانه حرکت میکردند، روزها استراحت میکردند، شبانه از معابر سخت عبور میکردند. رسول خدا فرمود خداوند متعال به واسطه جبرئیل بر من بشارت داده که علی ابن ابی طالب در این جنگ پیروز شده، به زودی با غنایم جنگی با اسرا پیروزمندانه به مدینه برمیگرده. به واقع هرچی از فضائل حضرت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام بیان بکنیم کمه و دوست داریم امشب و فردا شب در رابطه با فضائل حضرت بیشتر بشیم. در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شبهای گذشته و جلسات گذشته پیرامون برخی از آیاتی که
در زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام در باب فضائل امیرالمؤمنین اشاره شده بود، مباحثی رو مطرح کردیم. عرض کردیم فضائل امیرالمؤمنین قابل احصا و قابل شمارش نیست. میتونیم بگیم اگر این تعداد از فضائل امیرالمؤمنین رو گفتیم یا نوشتیم یا بیان کردیم، تمام فضائل امیرالمؤمنین رو گفتیم یا تمام فضائل امیرالمؤمنین رو نوشته ایم. بنابر اون روایتی که وجود نازنین رسول گرامی اسلام خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، فضائل امیرالمؤمنین قابل شمارش و قابل احصا نیست. ما به بخشی از اون فضائل در زیارت قدیریه در این چند شب فقط پرداختیم و اون فضائلی که اشاره به آیاتی در قرآن کریم و در کلام الله مجید داره. فضائل زیاد گفتن آقا امام هادی در عظمت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، اما به اون فرازهای اشاره کردیم که در منظر قرآن هست، آیات قرآن کریم هست که این قرآن، عرض کردیم این قرآن مورد اتفاق فریقین هست. در قسمتی از زیارت پرفیض قدیریه میخوانیم از وجود نازنین امام هادی علیه السلام که تعبیر میکنن از امیر المومنین به سید الوصیین، اول العابدین و ازهد الزاهدین. بعد از اینکه آقا امام هادی این القاب رو برای امیر المؤمنین بیان میکنن، به این آیه اشاره میکنن. بعد از این القابی که بهش اشاره میکنن، به اون آیه اشاره میکنن که مربوط به بخشش طعام به مسکین و یتیم و اسیر. شما میدونید آیاتی که مربوط به این جریان هست در سوره مبارکه انسان یا سوره مبارکه دهر نام دیگش هست. برخی معتقدن تمام این سوره در شأن این خانواده و در شأن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نازل شده. برخی معتقدند که این آیاتی که الان محضر عزیزان قرائت خواهم کرد، این آیات مربوط به بحث اطعام سه شب امیرالمؤمنین حضرت زهرای مرضیه، امام حسن و امام حسین، خانه امیرالمؤمنین به این سه افراد هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عرض میکنم آیات رو میخوانم، بعد شأن نزول هم محضر دوستان بهش اشاره میکنم. یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. الی آیاتی که می‌فرمایند تا 18 آیه رو پیرامون همین جریان نازل کردن. 18 آیه از همین آیه هفتم سوره مبارکه انسان پیرامون این موضوع نازل شد. روایات تفسیری زیادی در ذکر شأن نزول این آیات اومده. همه اینها متفق القول هستند به این جریانی که عرض خواهم کرد از فریقین. من برخیشو آوردم به عنوان مثال عرض می‌کنم، از جمله تفسیر مقاتل بن سلیمان. دکتر محمود شهاته از علمای اهل سنت هستن، خیلی از علمای اهل سنت از این کتاب بهره میگیرن. تفسیر بحر العلوم، نویسندش حنفی مسلک، نویسنده این کتاب. مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف از علمای شیعه در شأن نزول این آیه شریفه در تفسیرشون مینویسن که از زبان بسیاری از علمای اهل سنت این آیات تفسیر شده به این مطلبی که حالا عرض خواهم کرد. میبودی در کشف الاسرارش طی روایتی از ابن عباس این رو نقل میکنه. تفاسیر مختلف، انوار التنزیل، در المنصور سیوتی، مناقب مغازلی، مناقب خوارزمی صفحه 180 جلد ششم صفحه 229 هست. من آوردم مرحوم علامه امینی اعلی الله مقامه الشریف
در کتاب شریف القدیر وقتی به اینجا میرسن و به این آیات اشاره میکنن، نام 34 نفر از علمای اهل سنت رو میآورن که اقرار کردن در تفسیر و شأن نزول این آیه که در حق خاندان اهل بیت، یعنی وجود نازنین امیرالمومنین و زهرای مرضیه و اولاد ایشون هستند. این شأن نزول رو که میخوام عرض کنم از شواهد و تنزیله. شواهد و تنزیل مال کی هست؟ حاکم حسکانی. برای شواهد و تنزیل جلد دوم حدیث 1042. جلد دوم حدیث 1042. ایشون اینطور بیان میکنه در شأن نزول این آیات و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اینطور میگه که روزی رسول گرامی اسلام وارد خانه امیرالمومنین و زهرای مرضیه سلام الله علیهم اجمعین شدند. وارد خانه شدند، دیدن فرزندان ایشان حسنین، امام حسن و امام حسین علیهم السلام، بیمارن، مریضن. پیشنهاد داد، ابن عباس میگه من همراه پیغمبر بودم، پیغمبر پیشنهاد داد به امیرالمومنین که چرا برای شفای این مریض ها نذر نمی کنید، یک نذری انجام بدید. خودش یکی از دستوراتی میشه برای ما که در این آیه بهش اشاره میکنه، یوفون به نذر، نذر کردن که اگر این دوتا آزاده امام حسن و امام حسین علیهم السلام صحت و سلامت و عافیت بهشون برگرده، سه شبانه روز رو روزه بگیرن. این دو تا آقازاده وقتی دیدن پدر و مادر امیرالمومنین و زهرای مرضیه نذر کردن، وقتی دیدن پدر و مادر یه چنین نذری کردن، اونها هم تو همون سن نذر کردن که این کار رو انجام بدن. وجود یکی از خادمهای حضرت زهرای مرضیه، فزه خادمه، در اون جمع هم دلیل بر این شد که آقا من هم این کار رو انجام میدم و من هم روزه میگیرم. یعنی پنج نفر نذر کردند، من جمله خود آقا امام حسن و امام حسین که خودشون مریض بودن، نذر برای اینها اتفاق افتاده بود که سه شبانه روز روزه بگیرن. بعد چند روز وقتی حالشون خوب شد، مساعد شد، صحت و سلامت و عافیت به اینها برگشت، شروع کردن به نذر کردن که دیگه جریان رو میدانید. امیرالمومنین در خانه چیزی نداشت، از خانه خارج شد، سه سا جو قرض کرد. قرض کرد از چی قرض کرد؟ قرض کرد یعنی از کسی، حالا از چه کسی قرض کردن الان نمیدونم، جایی حالا نمیدونم جایی هم نوشته باشه یا نه، مقروض شد برای اینکه بتواند برای خانه طعامی تهیه کنند. سه شبانه روز نیت روزه کردند، شب اول یک سا، شب دوم یک سا، شب سوم یک سا. شواهد و تنزیل اینها رو نقل میکنه حاکم حسگانی، علمای اهل سنت، میگه هر شب پنج گرده نان، پنج قرص نان زهرای مرضیه پخ با یک سا جو، با یک سا جو پنج گرده نان پخ. شب اول یتیم آمد، شب دوم مسکین آمد، شب سوم اسیر آمد، و یطعمون الطعام علی حبه مسکین آمد و یتیما و اسیرا. هر سه شب اینها غذاشون رو، افطارشون رو، لقمه نانی که قرار بود با او هم افطار کنن هم سحر روز بعدشون باشه، نگهدارشون باشه، در راه خدا انفاق کردن. روز سوم امیرالمومنین دست بچه‌ها رو گرفت، وارد مسجد شد. پیغمبر خدا وقتی نگاه به چهره این بچه‌ها دید، بدن این بچه‌ها داره می‌لرزه. از امیرالمومنین جویای احوالشون شد. آقا امیرالمومنین شرح حال دادن که چنین اتفاقی افتاد. با پیغمبر همراه شدن، آمدن خانه، به خانه زهرای مرضیه سلام الله علیها. دیدن زهرای مرضیه سلام الله علیها در محراب عبادت مشغول عبادته، داره عبادت می‌کنه، در حالی که گود افتاده از فرط گرسنگی زیر چشمان زهرای مرضی. اینها رو که عرض میکنم، عرض کردم از شواهد التنزیل مو به مو اینطور نقل کرده. شواهد التنزیل یکی از علمای اهل سنت این رو بیان کرده. میگه وقتی پیغمبر این حال زهرای مرضی رو دید، ناله داد، وا قوساه، وا قوساه، زهرای مرضیش رو در آغوش کشید. امیرالمومنین هم وقتی این صحنه رو دید، اشک از چشمانش جاری شد. در همون لحظه برای تسکین دل پیغمبر و برای اینکه ارزش کار این بزرگواران مشخص بشه، اولا بدانید این اتفاق در مدینه بوده. درسته. با توجه به اینکه اسیر آمده بعد از فتح مکه، اون جنگ هایی که، یعنی سالیانی بود بعد از اسلام، قبل از اسلام نیست، برای بعد از اسلام بوده و سالیانی بوده که پیغمبر در مدینه حضور داشت. این اسیر از کفاری بوده. بله. که در اسارت اسلام در اومده بوده و بهتون کافر ذمی بوده. درسته. حالا اگر کافر ذمی بوده یا اسیر جنگ بوده، اسیر جنگی بوده که آمده بوده در اونجا پناهنده به خانه زهرای مرضیه و امیرالمومنین شد. بله.
آیات نازل شد، جبریل امین هبوط کرد محضر رسول گرامی اسلام، عرض کرد یا رسول الله، خداوند برای این خانواده و این اعمالی که اینها انجام دادن این آیات رو نازل کرد، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یه نکته هم در آیه بعد هست، این رو باید دقت کنن عزیزانی که الان مشغول هستن، هرچند الان تکلیف و وظیفه اینو ایجاب میکنه که در هر کجا که هستیم، در هر مسیری که قدم برمیداریم، بتوانیم مبلغ اون مسیر باشیم، مبلغ اون کار باشیم و بتوانیم فرهنگ سازی کنیم. اما یه موقعهای کارهای ما، اعمال ما، این فضاهای مجازی خصوصا کارهای ما رو بهش رنگ ریا میده. عمل وقتی ریایی شد به هیچ عنوان قبول نمیشه. در آیات آخر سوره مبارکه کهف میخوانیم ولا تشرک به عبادت ربه احدا، نباید برای عبادت بندگان، عبادت خداوند متعال احدی رو شریک قائل بشه. انشالله که نیت این نباشه. اینجا میگه انما نطعمکم لوجه الله، فقط برای رضای خدا، فقط برای رضای خدا این کار، برای رضای خدا این کار رو کردن که این آیات نازل شد. یعنی اگر برای نزوله، حالا عرض میکنم در آیه انما ولیکم الله شبهای گذشته عرض کردم، اگر امیرالمومنین انگشتر داد برای اینکه خدا خوشنود بشه این کار رو کرد، نه برای اینکه برای او آیه نازل بشه. اگر این کار رو کردن برای وجه، برای خدا این کار رو کردن، نه به خاطر اینکه آیه نازل بشه. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. میگه وقتی این آیات نازل شد امیرالمومنین شروع کرد گریه کردن، خدا رو شکر کرد که خدا را ما را جزو کسانی قرار دادی که موفق به این اعمال شدیم. مرحوم یکی از علمای اهل سنت محمد ابن یوسف گنجی، شافعی مذهبه، یک کتابی داره به نام کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب. ایشون در جلد، در صفحه 220، صفحه 201 این کتاب، مدعیه به نقل از یکی از اساتید خودش که در جلسه تفسیرش حضور پیدا میکنه، که یکی از علمای اهل سنته، گفت ایشون مدعی بود که اون سائلانی که در به خانه امیرالمومنین، یکی از علمای اهل سنته، از استاد خودش که او هم از علمای اهل سنت محمد ابن یوسف گنجی صاحب کتاب کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب صفحه 201، شافعی مذهبم هست، میگفت اون سه نفری که مدعی، اون سه نفری که آمدن در خانه امیرالمومنین، اون سه نفر سه تا ملک مقرب خدا بودن. شب اول جبرئیل بوده، شب دوم میکائیل بوده و شب سوم اسرافیل بوده. این سه ملک رو خداوند در به خانه امیرالمومنین امتحان این خانواده و این آیات رو در شأن این خانواده نازل کرد. خب این هم جزء اون آیاتی از قرآن کریم هست که تقریبا میتونیم بگیم متفق القول، علمای شیعه و علمای اهل سنت معتقدن که در شأن و فضیلت اهل بیت علیهم السلام و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست، که آقای امام هادی در زیارت قدیریه بهش اشاره میکنه. در قسمت دیگری از زیارت قدیریه داریم که اشاره میکنند به آیه هشتم سوره مبارکه حشر. آیه هشتم از سوره مبارکه هشت چی میفرماین؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم مفلحون. اول آدرس بگم، بازم در شواهد و تنزیل حاکم حسکانی هست، جلد دوم حدیث 970 تفسیر روض الجنان. این داستان رو البته در ذیل آیه 36 از سوره مبارکه هشت آورده ابوالفتوح رازی. در کتب دیگر هم هست، فرصت نیست، من میخوام برسم امشب تا اونجایی که میشه بیشتر آیات رو بهش اشاره کنیم. این آیه هم مربوط به یکی از فضائل و کرامات امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. فقیر آمد محضر رسول خدا، ابراز عجز کرد،
آقا رسول گرامستان فرمود بفرستید در به خانه همسران من ببینید کدوم یکی از همسران من چیزی دارن که ما به این فقیر بدیم. رفتن برگشتن جز آب چیزی نبود برای اینها بیارن. آقا رسول خدا تو مسجد اعلام کرد کی حاضره امشب این فقیر رو مهمان خانش کنه؟ امیرالمومنین علی بن ابی طالب فرمود من. فرمود من این کار رو میکنم. آقا امیرالمومنین مهمان رو به خانه بردن، به پستوی خانه از زهرای مرضیه سوال کردن امشب غذای تمامی چی است؟ زهرای مرضیه دارد که حالا ما بجز یک وعده غذا یا به اندازه بچه ها غذا در خانه نداریم. عجیب. همین اندازه غذا. همون اندازه هم گذاشته. همین اندازه دیگران میده. چه کار کنیم؟ آقا امیرالمومنین فرمودند پس بچه ها رو شما بخوابان. زهرای مرضیه پیشنهاد دادن اون نور اون مشعل رو، نور اون قندیل رو، اون چراغی که در خانه روشن بوده نور رو کمسو کنن که کمی غذا معلوم نباشه. عجیب. کمی غذا معلوم نبود. میگه این غذا رو آوردن، او فقیر اون شب از این طعام خورد، شب رو در خانه امیرالمومنین استراحت کرد، صبح از خانه امیرالمومنین خارج شد. فردای اون روز امیرالمومنین محضر آقا رسول گرامی اسلام وقتی رسید جریان رو پرسید که چه اتفاقی افتاد. همونجا جبریل امین نازل شد و یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، در حالی که خودشون بهش نیاز داشتن، خودشون بهش اون احتیاج داشتن. من در یک جایی میخواندم اگر اشتباه نکنم در کتاب شریف القطره علامه سید احمد مستنبت یا در جای دیگر میخواندم در مورد شأن نزول این آیه، الان حضور ذهن ندارم، کاش اگر خاطرم آمده بود اون موقع نگاه میکردم مستند عرض میکردم، ولی قطعا یقین دارم که یه شأن نزول دیگری هم در مورد این آیه هست. دوست. که سه شبانه روز بود در خانه امیرالمومنین طعامی پیدا نمیشد و زهرای مرضیه شرم میکرد و حیا میکرد که این مطلب رو با امیرالمومنین در جریان بگذاره. این هر کدوم نگاه کنین شما به هر بخشی از زندگی این بزرگواران وقتی شما نگاه میکنید یک درسه، هر لحظه شما بتونید درسه. اون که میرن از شخصی به عنوان قرض و امانت مقداری جو بگیرن یا مقداری گندم بگیرن، بله. سبب هدایت اون شخص رو فراهم میکنه، بله. هر لحظه‌ای که مثلا سراغ یکی از افرادی که در وادی ایمان نبودن میرفتن به واسطه حضور حضرت، برکت حضور حضرت، اونا مسلمان میشدن و ایمان میآوردن، بله. دارد که بعد از سه روز امیرالمومنین خودش از زهرای مرضیه خواست. عرض کردم هر کدوم از فراز زندگی اینها رو وقتی انسان مطالعه کنه مراجعه کنه الگوه. درست. ما فقط بعضی وقتا به زبان ادعا میکنیم، میگیم این بزرگواران ازش میپرسه آقا الگوی زندگی شما چی؟ از یه خانم میپرسه میگه الگوی زندگی من زهرای مرضی است. الگوی زندگی شما اشتا. میگه زینب کبری سلام الله علیها. الگوی زندگی شما چی؟ میگه آقا امیرالمومنین. الگوی این خانواده چیه؟ میگه خانواده رسول خداست. اگر اینها به عنوان الگو مطرح شدن حتما باید در زندگی ما نمود این الگوها هم باشه، نشون داده بشه، نشون داده بشه، فقط به زبان نباشه، به ادعا نباشه. آقا امیرالمومنین از زهرای مرضیه تقاضای طعامی کردن، زهرای مرضیه فرمودن سه شبانه روز ما طعامی در خانه نداریم. امیرالمومنین در تنگی دست چیزی نداشت در خانه، از خانه خارج شد. دارد که واستغراض دینارن، رفت یه دیناری قرض کرد، یه دیناری قرض کرد. وقتی داشت میرفت برای تهیه طعامی برای خانواده و بچه هاش، دید مقداد در کوچه نشسته. به مقداد وقتی رسید که مقداد برای چی اینجا نشستی؟ گفت یا امیرالمومنین، یا علی ابن ابی طالب، من حالا امیرالمومنین که من میگم در زمان حضور پیغمبر شاید چنین تعبیر نداشتن، علی جان من از خانه خارج نشدم مگر به خاطر ناله الجوع بچه هام. بچه هام ابراز گرسنگی میکردن و من چیزی نداشتم بهشون بدم. امیرالمومنین اون دیناری که قرض کرده بود خودشون احتیاج داشتن، سه شبانه روز بود، بچه هاشون غذا نداشتن در خانه، میگه همون یه دینار رو داد به مقداد. مقداد از خانه امیرالمومنین، از حال امیرالمومنین خبر بود. گوه یا علی من میدونم تو حالت، آقا امیرالمومنین من این دینار رو قرض کردم. گوه نه از شما نمیپذیرم. امیرالمومنین فرمود از من بپذیر، من علیم، من ید علیام، ید العلیا خیر من ید السفلا، من میخوام دست بالا باشم، ید الله امیرالمومنین. میگه اون رو، اون سکه رو، اون دینار رو به مقداد داد، خودش رفت مسجد. نماز که تمام شد
یا بین صلاتین ظاهراً یا بعد از نماز بوده. پیغمبر وقتی داشته از مسجد خارج می‌شده یه اشاره به امیرالمومنین کرد تا جلو درب مسجد پشت سر آقا رسول گرامی اسلام آمد. آقا رسول خدا فرمود علی جان مهمان نمی‌خواهی؟ چه کنه امیرالمومنین؟ از خانه خارج شده، بچه‌ها گرسنه‌اند. آقا رسول الله مهمان خواهی نداره خودشون. خودش هم با رسول خدا مهمان چی بگه امیرالمومنین؟ فرمود یا رسول الله البیت و بیتک، خانه خانه شماست، خانه خانه شماست. آقا امیرالمومنین همراه شدن با رسول گرامی اسلام، آمدن وارد خانه شدن، دیدن زهرای مرضیه در محراب عبادت ایستاده. در کنار محراب عبادت زهرای مرضیه ظرف طعامی هست، طعام بهشتی. امیرالمومنین تعجب کرد، غذایی نبود. یه وقت دیدن دارد که رسول خدا با دستشون بین دو کتف امیر المومنین می زدن. فرمودن یا علی هازا جزاء الدینار، این جزای اون دیناریه که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. در حالی که تنگ دست بودی، در حالی که خودت بهش احتیاج داشتی، در حالی که خانواده تو بهت احتیاج داشتن، ولی او رو در راه خدا دادی. بعد رسول خدا فرمود خدا رو شاکرم، شنیده بودم که خداوند از آسمان برای مریم مائده بهشتی فرستاد، اما الان با چشم خودم دیدم که برای زهرای مرضیه سلام الله علیها خداوند از آسمان مائده بهشتی افتاد. آیه هشتم از سوره مبارکه حشر هم امام هادی علیه السلام در زیارت پرفیض قدیریه بهشون اشاره میکنم. در فراز دیگر از زیارت قدیریه امام هادی داریم، پس از آن که امام هادی به درجه رفیع اهل بیت در امت، برتری و شرافت این بزرگواران نسبت به امت بهشون اشاره میکنه و تأکید میکنه، به یکی از آیاتی اشاره میکنه که این آیه بدون شک و بدون تردید مورد اتفاق با آمار تفسیری که زیاد در موردش بیان کردن که انشاءالله خدمتون عرض میکنم. خیلی ممنون، از شما تشکر میکنم. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی. من هم مثل شما مشتاقم و آمادم ببینم فضائل حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در قرآن کریم چی هست و از اونها بیشتر آگاه بشم. در خدمت جناب استاد جلالی هستیم. بسم الله. سلامت باشی انشاءالله. بله، عرض کردیم در یک فرازی از زیارت قدیریه وجود نازنین امام هادی علیه السلام اشاره میکنند به آیه 33 از سوره مبارکه احزاب. من چون دلم میخواد آیات رو کامل بخوانم و الا دوستان به برخی از این فرازها مستحضر هستن، دلم میخواد آیات رو کامل بخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خب میدونید در ادات عرب کلمه انما افاده انحصار میکنه، این خدا اراده کرده، اراده خداوند بر این تعلق گرفته که منحصرن، انما ادات حصر منحصرن، این یکی از علائم انحصاره. یکی هم که اونجایی که اشاره میکنند به اهل البیت، اهل البیت رو شما چه ندا بگیریم چه مدح بگیریم خودش یک نوع انحصاری میاره در این خانواده. پس دو تا از ادات انحصار در این آیه شریفه بهش اشاره میکنه، یک انما، دوم اهل البیت رو بهش اشاره میکنه. شما نگاه کنید صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابه باب فضائل اهل بیت، مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 147، سنن بیهقی جلد 2 صفحه 149، تفسیر طبری جلد 22 صفحه 5، صحیح ترمذی جلد 2 صفحه 208 و 209. زیاده مواردی که این آیه شریفه رو نقل کردن و شأن نزولش رو، زیاده دوستان هم مستحضر هستن حدیث شریف کسا رو وقتی مطالعه بکنید همین نقل شأن نزول همین آیه شریفه است.
نمیشه ادعا کرد تمام علمای شیعه، تمام علمای اهل سنت چنین ادعا کرد که در این آیه در حق پنج تن آل عبا نازل شده. این که میگن پنج تن آل عبا هم به همین جهت هست که این پنج نور بزرگوار تحت کسا و زیر عبا جمع شدن. هیچ اختلافی هم بین بزرگان اهل سنت دیده نمیشه که این آیه قطعاً و یقیناً در شأن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، زهرای مرضیه سلام الله علیها، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و وجود نازنین رسول گرامی اسلام خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم هست. و برخی ها تسری دادن به خاندان اهل بیت و خاندان پیغمبر اهل بیت علیهم السلام که اون باید در جای خودش بحث بشه. در جای دیگر از زیارت پرفیض امام هادی در روز غدیر داریم، از عناوین همچون ولی خدا استفاده شده، برادر رسول و دفاع کننده از دین خدا یاد میکنه. حضرت رو به عنوان فردی لقب گرفته که قرآن گویای برتری ایشان هست. قرآن داره برتری امیرالمومنین رو بهش اشاره میکنه. آیات 19، 20 و 21 سوره توبه ملاحظه بفرمایید. آیات 19، بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اجعلتم سقاية الحاج و امارة المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظالمین الذین آمنوا. عرض کردیم در این فراز زیارت آقا امام هادی اشاره میکنه به صفاتی چون ولی خدا، برادر رسول خدا، دفاع کننده از رسول خدا و دین رسول خدا. اینجا هم اشاره میکنه الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمه منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم. شأن نزول این آیه مربوط به یک اتفاقیه که در ظاهرن در یک موسم حج رخ داده در کنار خانه کعبه. عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب و شیبت ابن عثمان فرمایند این دو نفر مشغول بودن، حالا یکی از اعمال مرسوم مفاخره بوده، ظاهرن به هم تفاخر میکردن به اون چیزهایی که داشتن. عباس ابن عبدالمطلب به شیبه میگفت من از تو برترم. این جریان مفاخره رو اگر مراجعه بکنین در اهل بیت هم، یعنی نسبت به وجود نازنین امام حسن، امام حسین و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب یه چنین مفاخره ای هست، نه این مفاخره ای این سبک ولی به اسم مفاخره هست. حالا در ادامه خود امیرالمومنین همین عمل یعنی فخر فروختن به هم دیگه، بله. نه این مفاخره به عنوان اینکه اون فضائلی که دارن، اون برتری هایی که دارن، نه به عنوان اینکه تکبری نسبت به بعضی داشته باشن، برای تحقیر کردن طرف مقابل نیست، آره، برای تحقیر نیست. اینها به عنوان نماد داشته های انسانه، اینکه چه داشته هایی داره. عباس ابن عبدالمطلب ادعا میکرد، گفت با توجه به اینکه من اولا عموی پیغمبرم، دومن میدونید وصی حضرت عبدالله ابن عبدالمطلب پدر وجود نازنین رسول گرامی اسلام، عباس عموی پیغمبر بود، به این هم مدعی بود اولا که من عموی پیغمبرم، برادرزاده من پیغمبر خداست، دومن این که من وصی پدر این پیغمبر هستم، و سوم این که سقایت و آب دادن به حاجی ها هم به عنوان یک فضیلتیه که خداوند برای من قرار داد. شیبه هم کلیددار کعبه بود، او هم چنین ادعایی داشت که این فضائلی که تو داری من از تو برترم، به خاطر اینکه خدا من را امین خودش دانسته و من کلیددار کعبه هستم، کلیددار درب کعبه هستم. در همین هنگام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب وارد شدند. این دو نفر آمدن محضر امیرالمومنین، این مفاخره شون رو
محضر امیر المومنین عرضه کردند که ما یه چنین چیزی گفتیم. ای ادعا میکنه چون عموی پیغمبره، وصی پدر پیغمبره و سقایت حاج، سقایی برای حاجیان رو به عهده داره، از من برتره؟ من هم با توجه به اینکه کلیددار درب کعبه هستم ادعا میکنم از او برترم. امیر المومنین فرمود شما دوتا گفتید، ولی اجازه بدید منم بگم. ببینیم شما دوتایی که میگید از همدیگه برتر هستید، بالاتر هستید، یا من علی ابن ابی طالب. امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود اولین کسی که این صفتی است که مخصوص امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، اولین کسی که به کلام پیغمبر و به بیان پیغمبر و به دعوت پیغمبر لبیک گفت و ایمان آورد، من علی ابن ابی طالب هستم. اولین نفر من هستم. اولین کسی که با پیغمبر هجرت کرد من هستم. اولین کسی که در رکاب پیغمبر جهاد کرد من علی ابن ابی طالب هستم. خب مدعی قبلا دو نفر بود، حالا شدن سه نفر، علی ابن ابی طالب هم به این مدعی ها اضافه شد. چه کردن؟ آمدن محضر رسول گرامی اسلام، عرض کردن یا رسول الله، ما سه نفر این تفاخر و مفاخره رو انجام دادیم، این مفاخره رو انجام دادیم، نظر شما چیه؟ کدوم یکی از ما برتریم؟ از پیغمبر نظر خواستن که ببینن حالا این حرفی که زدن دارد. که پیغمبر خدا سر به زیر انداختن، سکوت کردن، هیچ جوابی ندادن. کجا میگه این رو؟ مفسران اهل سنت. این گفتگو رو عده زیادی از دانشمندان و مفسران، من که اینهایی که عرض میکنم جزو کتب معتبرن، جزو کتب مرجع هستن، و الا کتب زیاده، یعنی اگر بخوایم مساند رو بیاریم بسیار هست. شواهد و تنزیل جلد یکم حدیث 337، تفسیر تبری جلد دهم صفحه 59، تفسیر کبیر فخر رازی جلد چهارم صفحه 422، تفسیر در المنصور جلد سوم صفحه 218، فرائد و سمتنگ باب 41، ینابی الموده قندوزی حنفی باب 22. به این آیه وقتی میرسن اشاره میکنن اینجا آیه نازل شد، میگه این اتفاق رو نقل میکنن، همین گفتگو رو نقل میکنن، بعد میفرماین آیه نازل شد. چی بوده آیه؟ اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر. آیا این دوتا کار رو، سقایت الحاج رو، امارت مسجد رو، کلیدداری درب کعبه رو، شما مساوی میکنید مثل کسی که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و جاهد فی سبیل الله، جهاد در راه خدا کرده؟ لا یستوون عند الله، نه مساوی نیست. والله لا یهدی القوم الظالمین الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل. سه تا ادعایی که امیرالمومنین کردن، خصوصا که امیرالمومنین برای خودشون نام بردن، ادعا کردن الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم چی؟ اعظم و درجتن عند الله، بالاترین جایگاه رو داره دست خداوند متعال، و اولئک هم الفائزون. این آیه هم از اون آیاتی که امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه بهش اشاره میکنه و در شأن و فضیلت مولای متقیان امیر مومنان حضرت علی علیه السلام. فراز دیگر از زیارت اشاره میکنه به ابلاغ ولایت، ولایت امیر مومنان امام علی علیه السلام که دستوریست از جانب حضرت حق عنوان گشته. اشاره میکنن به آیهی که معروف و مشهور به آیه تبلیغ، آیه 67 سوره مائده، بله از سوره مبارکه مائده، برای شیعیان امیر المومنین خیلی خوبه، یعنی شاید فرض باشه، حد اقلش اینه. حالا اینکه اهل تحقیق باشن، اهل تفحص باشن، اهل مطالعه و مداقه و دقت کردن باشن، خیلی خوبه، بسیار عالیه، اما اقلش اینه. اگر از یه شیعه امیرالمومنین سوال کردن، بگو ببینم یکی از آیاتی که در شأن امیرالمومنین در قرآن هست کدوم آیه است، بتونه اون آیه رو بخونه، بهش اشاره کنه. حالا بعضیا تو محفوظاتشون شاید سخت باشه، مراجعه بکنه فرازای آقا همین آیه رو که خیلی ها بارها خونده. آقا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، در شأن امیرالمومنین.
به این سوره که شب گذشته اشاره کردیم، نمیدونم بینندگان عزیزمون الان تو ذهنشون هست یا نه، که عرض کردیم بعد از جنگ ذات السلاسل یک سوره نازل شد که اون سوره شأن نزول اون سوره به خاطر اون جنگ و شجاعت‌های امیرالمومنین در اون جنگ بود. سوره مبارکه عادیات اون سوره بود که در شأن بره ول عادیات ذبحا فالموریات قدحا. این آیات رو خوبه شیعان امیرالمومنین محبین امیرالمومنین نسبت بهش آگاهی داشته باشن، نسبت بهش توجه داشته باشن و نسبت بهش مداقه داشته باشن. این یکی از اون آیاتی که خداوند کمشه. ما باید بیشتر از این تو محافل خودمون به این مسائل بپردازیم که متاسفانه این کار انجام نمیشه. عرض کردیم باید هم در مجالس گفته بشه، هم نوشته بشه، هم آموزش داده بشه، هم زمانی بهش اختصاص داده بشه. یک شبی عرض کردیم معلم‌های ما، حالا اختصاص به معلم‌ها نداره، کادر کارمندی ما، کادر درمان ما، کادر چه میدونم خانواده‌های ما، هر کسی تو هر جایی هست به نوبه خودش تبلیغ بکنه، کسبه بازار ما، هر کسی تو هر جایی میتواند عرق داره به شیعه بودن خودش، نسبت به این آیات، نسبت به این فضائل باید دقت داشته باش. آیه 67 میونه کلمتون آقا رسول الله اصلا در روزه قدید بر ما واجب دونستن که پدران به فرزندان برسونن. بله. برای تعمیر مؤمنان. بله، اینکه بگید سینه به سینه این رو منتقل کنید. درست. آیه 67 از سوره مبارکه مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالت. در قرآن آیه رو اجازه بدید تمام کنم. والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. در قرآن کریم دو جا خطاب یا ایها الرسول به پیغمبر کرده، یک جاش اینجاست. این یک جایی که با خطاب یا ایها الرسول داره، بعدش تهدید هم برای پیغمبر داره. این تهدید میکنه پیغمبر رو، 23 سال یا رسول الله تو زحمت کشیدی، رنج پیغمبری رو به دوش کشیدی. پیغمبر گرامی اسلام فرمود هیچ پیغمبری رو به اندازه من رسول خدا آزار ندادم. پیغمبران گذشته رو چه کردن؟ با حضرت نوح چه کردن؟ با حضرت موسی چه کردن؟ قوم بنی اسرائیل با پیغمبرانشون چه کردن؟ 70 پیغمبر رو دارد در اون روایت امیر، روایت آقا ابا عبدالله الحسین، که 70 پیغمبر رو بین الطلوعین سر از بدنشون جدا میکردن. بین الطلوعین اونها رو به قتل میرسوندن. بله. اینقدر بر پیغمبرانشون سختی و رنج و درد پیغمبرانشون متحمل شدن. یوسف رو مبتلای به فراق کردن، اون امتحانات سنگین، اون ابتلاعات سنگین. حضرت ابراهیم چه گذشت بر اینا؟ حتی اینقدر فشار زیاد بود که پیامبران درخواست عذاب میکنن برای قومش. وجود نازنین پیغمبر گرامی اسلام فرمود هیچ پیغمبری رو به اندازه من رسول خدا آزار ندادم. هیچ پیغمبری. یعنی اگر تمام مصیبت‌های این پیغمبرهای گذشته رو یه سمت بذارید، مصیبت‌هایی که تو این 23 سال این دردها و رنج‌هایی که بر پیغمبر ما تحمیل کردن رو سنت بذارید، کفه ترازوی زحمت‌ها و رنج‌ها و دردهایی که بر پیغمبر تحمیل کردن سنگینی می‌کنه. اما ببینید چه مسئله مهمیه که خداوند پیغمبر رو اینطور مخاطب قرار میده که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل ما تو اگر این کار رو انجام ندی، این 23 سال درد، این 23 سال رنج، این 23 سال زحمتی که توی پیغمبر متحمل شدی، انگار هیچ کاری نکردی، انگار هیچ کاری نکردی. فما بالا در نهوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل این آیه شریفه می‌فرمایند دو نکته در این آیه شریفه هست که روشن می‌کنه و بیان کننده اهمیت این آیه است. یکی همین فراز اول، دستوری که خداوند متعال داده و برای ابلاغش تهدید میکنه که اگر این کار رو نکردی و این عمل رو انجام ندادی و این ابلاغ رو انجام ندادی که انهو 23 سال هیچ کاری برای ما نکردی. دو قسمت دوم و نکته دوم اینجای آیه است که والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. وعده ای که خداوند در حفظ پیغمبر گرامی اسلام بعد از ابلاغ این خبر مهم به پیغمبر میده.
که انهو یک خطری پیغمبر رو تهدید میکرد، بعد از اینکه این خبر رو ابلاغ میکردن یک خطری پیغمبر رو تهدید میکرد. خداوند متعال وعده داد به پیغمبر که اون بلاها و اون دردها و اون خطرهایی که پیغمبر رو تهدید میکنه بعد از ابلاغ، خداوند گفت نگران نباش، من اونها رو از تو مراقبت میکنم. علامه طباطبایی در ادامه در ضمن بیان دلایلی میاد که می‌فرماید مقصود از اون افرادی هستند که از مسلمانان هستند. این اون افرادی که میخوان پیامبر رو اذیت کنن از مسلمانان هستند. اون خطری که پیغمبر رو تهدید، حالا این مسئلهش مسئله مهمیه، فرصت نیست تا انتهای برنامه آره بخواد بحث اون خطری که پیغمبر رو تهدید میکنه از بین مسلمانان هست و از غیر مسلمانان نیست. برخی مسلمانان در همون جمع حاضر بودن که همونها پیغمبر رو بعد از این ابلاغ احتمال آسیب رسوندنشون به پیغمبر بود. و در تفصیل جمله ما انزله می‌فرمایند به احکام و شبرق یا مدعی شدن به یک سری احکام و شرایع پیغمبر گرامی اسلام. ما انزله به یک سری احکام و شرایع پیغمبر گرامی اسلام می‌خواستن اشاره کنن که اینطور نیست. ایشون در نهایت ذکر ادله میاره از سیاق کلام، روایات تفسیری میاره، نتیجه میگیره که اون امر خطیری که پیغمبر میخواست بهش اشاره کنه و خداوند او رو تهدید کرده، امر ولایت و وصایت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام. تا وقت تمام نشده من یکی دو تا آدرسم عرض کنم. شواهد و تنزیل جلد یکم حدیث 209، کشف القمه هم صفحه 940 به این آیه اشاره میکنه. بعد امام هادی بعد از اشاره به این آیه اشاره به این حدیث نبوی میکنه، من کنت مولاه فهازا علی مولاه. علمای اهل سنت ابن جوزی نقل میکنه با توجه به شأن نزول این آیه، با توجه به تفاسیری که آمده، با توجه به نقلهایی که آمده پس از نسل این حدیث، این خودش نص صریح بهش اشاره میکنه. این خودش نص صریح وقتی پیغمبر چنین فرمود که در تبعیت و ولایت و اطاعت از امیرالمومنین ما نباید ذره ای شک کنیم. اینهایی که خودشون چنین ادعایی میکنن متاسفانه برخی جاها میبینیم که پاشون لنگ میزنه و نسبت به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و ولایت و وصایت او ادعای خلاف میکنن. خداوند متعال رو قسم میدیم به برکت محمد و آل محمد، خداوند متعال رو قسم میدیم به شادی دل اهل بیت در این ایام ولادت با سعادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، ظهور و فرج مولامون امام زمانمون ولی نعمتمون رو برساند و ان شاء الله به زودی زود ما رو زائر حرم با صفای امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام در جمع دوستان قرار بدهد. السلام علیکم و رحمت. خیلی ممنون از شما. از شما بینندگان و همراهان گرامی هم تشکر میکنم. وقتی که فضائل اهل بیت به خصوص آقا امیرالمومنین رو میشنویم، به واقع باید شکرش رو به جا بریم و بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمومنین علیه السلام. ممنون، امشب رو هم با ما بودین. انشالله تا شبهای دیگر، شب آینده که انشالله شب پایان بخش بودن صحبتهای جناب آقای جلالی هستش و انشالله بتونیم در فرصتهای بیشتر بعدی هم از حضورشون استفاده بکنیم. شما از آن رو به خدای من آنسان. خیلی ممنون، تشکر. خدا حافظ شما.